چرا ارزون میدید؟ نکنید این قیمت ها اصلا توی خود تره‌بار این قیمت ها رو نمیده، این بنده خدا داره میده، الان دارن میخوان مغازه‌شو ببندن، چرا ارزون میدید؟ بچه های خیلی خوب موزیسین های درجه یک، من سپاسگزارشون هستم، چند سال گفتم به این کار ادامه پیدا کرده داری میکنم اینطور. آقای همایون و قبصری، نظریان، این بچه های بسیار خوب، این حسین آقا، این موزیسیان های خیلی خوب میان تو خیابون برای شما میزنن، اینا استادن همشون، شما باید اینا قدر بتونید، باید اینا رو دست ببرید. مبارزه که همش یه جور نیست، انواع مبارزه است. در این انواع مبارزه هنرمند میوه فروش وکیل داره میره زندان، یارو اومده اسلام رو داره نفیش میکنه از اول محمد، شما اینا باید تقویت کنید، بگید، مطرح کنید و اینجوریست که میتونه ایران آزاد بشه اگر این ایدئولوژی سادات تازی هست. عظمت و شکوهی که محمد رضا شاه اومد نشون داد در جشنای 2500 ساله، این تاریخ و تمدن ما رو از زیر خاک در آورده بودن، ولی یه جوری اومد تو سینما بردش، تو تلویزیون بردش، تو تصویر جهانی بردش، 70 تا رهبر جهان اومدن پشت سرش. خب حسودین شو شد، دوباره زدن شاه ما رو، مملکت ما رو، اقتدار ما رو از بین بردن، یه مش تازی نفهم بیشعور اومدن اونجایی که تو هم برو دست شماچ کن، پای منبرش هم بشین، مزخرفات هم گوش کن، هیچ کس هم پانش یک تخمک بزنه تو کله این. یا رو کایلامزد ریاست جمهوریه بهش چند میلیون رای میداد، میاد تخمق بزن تو کلش فنان میکنه، شما اونجا نشستی زر میزنین، تازه زرم که میزنی یه جور زنی کسی نفهمه. ما تو ایران آدم قوی مبارز زیاد داریم، هستن اونهایی که میشینن پای من، برای اینا رو میگم، اونهایی که میشینن ساکتن یه چی نمیگن میگم، اونهایی که مثل این آقای احسان اسماعیل یغمایی گریه نمی کنن، درد خودشون رو نشون نمیدن، اونا رو من میگم. ای آقای یغمایی، حبیب یغمایی، از شخصیتی بزرگ ادبی باستانشناسی تاریخ سرزمین ما بود، آقای حبیب یغمایی، روان شاد، کارهای بزرگی کرد. این مستشرقین رو هم که حرفایی میزن شما اصلا گوش نکنید، شما تحلیل پژوهش خودتون بکنید در رابطه با تاریختون. حالا این آقای حبیب یغمایی زحمات زیادی کشید خودش، بعد فرزندش احسان اسماعیل یغمایی، ایشون باستانشناس بود، نگاه باستانشناس، از زیر خاک که آثار باستان ایران در اومد، خیلی های آقای یغمایی خیلی نقش داشت، فرزند حبیب یغمایی خیلی نقش داشت، خیلی زحمت کشید. او از 55-60 سال پیش این انسان برای ایران و تاریخ کهن 7000 سال ایران نقش داشت و خیلی نقش مهمی داشت که تمدن 7000 ساله را از زیر خاک آورد بالا. حالا
این نظام تازی حاکم تو هم اصلا نفهمیدی، از کنارش هم گذشتی، هیچی هم نگفتی. اینا آمدن چیکار کردن؟ اینا آمدن این کارهایی که این آقای یغمایی، این نازنین، این دلبند، دلبر، این هنرمند از زیر خاک با دوستانش یارانش سبرسی کرده در اومده، اینا آمدن جاده زدن. آقا تمام ادارات دولتی از اداره برق گرفته، اداره حتی باستان شناسی ایران، حتی باستان شناسی ایران، اینا اومدن و تلاش دیرین این مرد رو نابود کردن، خراب کردن، صاف کردن. ببینید چجور گریه میکنه، ببین چجور دردمندانه فریاد میزنه. از این گریه های میلیونی شما باید برید بکنید و خشم و خون رو به اینها ارمغان بدید. حالا چوت ساکت بشید در برابر ظلمی که تازیم قرناس به تو. آقا سوره روم رو صد بار به شما گفتم، سوره روم داری، تو سوره روم داری، جد محمد که اینا همشو میگن سادات، تازی میگن بنی هاشم، هاشم از صد سال قبلی که محمد به دنیا بیاد با روم ساخته است. ام کلثوم که دختر امام علی، برید بخونید، زن عمر میشه با روم در تماس، بهش هدیه میدن، طلا میدن، چون پرنسس عربا بوده دیگه، زن خلیفه بوده، دختر خلیفه بوده. اینا به همه تشکیلاتی سازمان یافته است. وقت توی ساده لوح رو رازم سیلت ولی فاطمه زهرا عزمت علی 11 تا از 12 تا امام کشته شدن، 11 تاشون کشته شدن توسط کی؟ نزدیکترین افرادشون. کسی دیگه هم ترورشون کرد؟ مثل خلفای تازی ایرانیا، مصریا اومدن ترورشون کردن؟ نه، 11 تا امام تازی همشون کشته شدن. امام حسنی که اسما زنشه که میکشه، مسموش میکنه، بقیه هم همینطور، بقیه هم همه 11 تا کشته شدن. وقت بعد وقت برای کی عزاداری میکنی بیچاره؟ برای پدر مادر خودت عزاداری نمیکنی؟ برای پدر مادر علی خامنه ای و خمینی و اینها تا عزاداری میکنی؟ به سر سیلت میزنی؟ اینا نیاکان اونها بودن، برای نیاکانشون که اصلا تو زندگیشون یک ورقشون نمیدونی که کیان و چه کردن. و ایران رو نابود کردید، افغانستان رو نابود کردید، حالا فردا جای دیگر رو نابود بکنید. بعد این مستشرقین بیان برای شما تاریخ بنویسن، تاریخ بنویسن. اون بزرگانی که مثل رمان گریشمن و دیگران اومدن پرسپولیس ها رو از زیر خاک در آوردن، تو قدرشون رو ندونی. بعد هم خیلی چیز مال تو بوده دیگه. الان خود اینا در میرن انیمیشن، این اخیرا ما انیمیشن نشون داده بودیم مال ایرانی تو جام، من 10 سال پیش بهتون نشون داده بودم، این جام رو زرقامی گرفته دستش میفتاد مشکست، دیدید حتما. انیمیشن تو 7000 سال پیش انجام میدادی. چی میگن اینا؟ رپ خونی تازه بود شده. من یادم این موقع سال 1986-1989 بود که شاب خالد اومد و اینا رپ خونی تازه بود. تو تاریخ میگردیم میبینیم اولین رپ خونم مال ایرانه، بنده خدای حسن شمعی زاده، رفیق عزیز ما، درود دارم بهش. تو را از همه من بالاتر میبینم، از همه توی شهر سر میبینم، روزه با عشق باشه وقت توی خودم، توی چشمان تو یه نفر میبینم، توی چشمان تو یه نفر میبینم. حسن شمعی‌زاده یک آهنگساز، خواننده، موزیسین بزرگ و نامداریست. حسن شمعی‌زاده آقا رپ خونی رو اولی کرده. هنوز اون موقع کی میدونست رپ یعنی چی؟ همون موقع که معمر رضا شاه مشاور رهبران جهان بود، قدرت جهانی بوده، گلوبالیسم بود و زمان شاه گلوبالیسم بود، ما جزو گلوبالیسم ها بودیم.